سلام چطور خوبین؟ خوب این اوزا خوبه خوش میگذره آقا همونجوری که از تایتل ویدیو دیدین ما امروز میخوایم با همدیگه در مورد مهمترین و بهترین قابلیت های iOS 18 با هم صحبت کنیم iOS 18 حدودا دو سه ماه پیش معرفی شد قبل از معرفی رسمی آیفون 16 و خیلی ریویوهای عجیب و خیلی جذابی ازش اومده بود بیرون و همه فکر میکردن چقدر اتفاق بسیار خوبی میخواد برای آیفون و اکوسیستم آیفون بیفته و تمام مانور iOS 18 هم روی AI ای آی بود AI ای آی که قبلا artificial intelligence میشد الان دیگه اپل مال خودش کرد شد اپل اینتلیجنس خیلی هوش مصنوعی خیلی زیادی تو iOS 18 به کار رفته بود توی تبلیغات و مثلا سیری خیلی خوب شده بود و این داستانا تا آیفون 16 معرفی شد همینجا بهتون بگم که آقا آیفون 16 اگه آیفون 15 دارین تو اون ویدیوی معرفی آیفون 15 که لینکش هم میذارم اونجا بهتون گفتم اگه آیفون 15 دارین به نظر من هیچ دلیل منطقی نداره آیفون 16 بخرین و واقعیتش من دیروز رفته بودم اپل استور که ببینم تو دست آیفون 16 چه شکلیه با آیفون 14 حدودا هیچ فرقی نداره چه از لحاظ اندازه ظاهری دارم میگم هیچ فرقی نداره چه از لحاظ اندازه چه از لحاظ وزنی اصلا فرقی که شما بخواید حس کنید و با آیفون 14 هم حتی حس نمیکنین ولی ما خودمون شاید آیفون 16 رو بگیریم چون شاید یه دیل خیلی خوبی روش بهمون بده یه معامله خوبی روی اپراتور و این داستان ها یکم پیچیده است ولی به صورت کلی بهتون گفتم آیفون 16 هم خیلی چیز عجیب غریبی واقعا نداره از نظر بنده وقتی که آیفون 16 معرفی شد همه گفتم به به چقدر خوب فلان این داستان ها بیشترین نوآوری های آیفون 16 روی iOS 18 بود خب ما همه منتظر بودیم که آقا آیفون 16 وقتی اومد iOS 18 هم اونی که اینتلیجنس داره و هوش مصنوعی داره به بازار بیاد ولی تا الان که من دارم با شما این صحبت میکنم و تو iOS 18 میخوایم تو ویدیوش با هم دیگه یاد بگیریم چه قابلیت خیلی جذابی داره هیچ اثری از هوش مصنوعی و AI و اپل اینتلیجنس توی iOS 18 تا الان نیست یعنی اپل برخلاف سالهای گذشته که همون روزی که آیفون ها رو معرفی میکرد آی او هم شما میتونستین دانلود کنین اونی که مثلا روش خیلی مانور داده امسال آی او ایس که به بازار داد البته مثل که تا یه ماه آخر تا آخر پاییز تا وسط های پاییز مثل اینکه قرار اونو که با ای آیه کامل بده بیرون به صورت عمومی دیروز پیروش تاش اومد بیرون ولی میگم فعلا آی او اس 18 که من میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم هیچ نشونه ای از ای آی و هوش مصنوعی توش نیست خب بریم سر اولین و پر و ترین تغییری که تو iOS او به وجود اومد و اون کنترل سنتر بود وقتی دستتون از بالا سمت راست میکشیم پایین شما دیگه فقط یه صفحه کنترل سنتر معمولی ندارین که یه چند تا کنترلر خیلی ابتدایی توش داشته باشه بجاش چند صفحه کنترل سنتر داریم که صفحه اول مثل همون قبلی است استایلش صفحه دوم کنترل سنتر میوزیک و صفحه سوم کنترل سنتر نتورکی گوشیتونه و شما هر جایی که بخواید تغییر ایجاد کنین این مثبت میتونین بزنین بالا سمت چپ میتونین این آیکون ها رو بزرگ و کوچیک کنین تمام این آیکون رو میتونین جابجا کنین پاک کنین اد کنترل رو این پایین بزنیم و خیلی از چیزهایی که تا حالا نمیتونستین رو به کنترل سنتر اضافه کنیم خیلی قابلیت خوب و جذابیه و خیلی میتونه شخصی سازی کنه کنترل سنتر شما رو این شخص سازی تو همه صفحه ها میتونه انجام بدین الان من میتونم این مثلا ویجیت میوزیک کم کوچولو کنم دوباره یه دونه دیگه بزنم مثلا شازم بذارم اینجا شازم رو بزرگتر کنم از این داستان ها خیلی کنترل سنتر میتونین رنگ و بوی خیلی خفنی و جذابی بهش ببخشید نکته بعدی نوآوری بعدی که توی iOS 18 به وجود اومد این بود که آقا شما واقعا خنده داره خودش من خودم خیلی طرف داره اپل هم. ولی این چیزی که دارم میگم نوآوری فکر میکنم گوشی های اندرویدی فکر کنم از اولین گوشی اندرویدی تا حالا فکر کنم مقابلیت داره که شما دستور نگه میدارید و میتونید هر جایی که از صفحه دلتون بخواد ویجدتون رو بذارن یعنی من میتونم این ویژه چند دو بذارم اینجا اگه دلم بخواد نوآوری دیگه واقعا من خودم خجالت میکشم اینو میگم اضافه شده جزو قابلیت های iOS 18 ولی الان دیگه شما هر جور دلتون بخواد میتونید هوم اسکرینتون رو آیکوناشو بچینید و اگه دستتون روی یکیش نگه داریم و چند تا رو بقیه هم بزنید یعنی نگه داریم و اینجوری بزنیم میتونید همه رو فولدر بندی کنید البته این مال iOS 18 نیست فقط الان بزنم رسید که اینم اتفاق میفته و شما میتونید همه رو به صورت خوشگل کنار هم دیگه جا بدید اتفاق بعدی که راجع به کاستومایزیشن یا شخصی سازی هوم اسکرین افتاد شما دو بازم اگه دست رو نگه دارین رو هوم که اینا ویگل شروع به تکون خوردن کنم آیکوناتون این ادیتو بزنید رو بزنید اینجا چندتا تا گزینه دارین که آقا میگه آیکون های برنامه هاتون لایت باشه دارک باشه همه به صورت بکگراند آیکون دیدین سیاه شد اتوماتیک باشه یعنی صبح روشن شب تیره و یا تینتد باشه تینتد یعنی چی یعنی آقا من الان همین الان که دارم حرف میزنم شما دارین میبینید من میگم یه تم رنگی داشته باشه آیکونم. یعنی میتونم عوضش کنم انواع تم های رنگی و حالا بسته به اپلیکیشن هایی که دارم میتونم داشته باشم میبینید مثلا الان همه آیکونا این رنگی شد اگه من بزنم اینجا میبینه همه آیکونا تم رنگی یکسانی پیدا که قابلیت جذابیه ولی واقعیتش به نظر من از زیبایی هوم اسکرین آیفون کم میکنه به چیزی اضافه نمیکنه واقعیتش مثلا الان خوشگل شد نه به نظر من نشد واقعیتش به نظر من همین اتوماتیک بزنین و یه هوم اسکرین همینجوری سنتی آیفونی داشته باشین سنگین تره فرق تاریخی بعدی که iOS 18 ایجاد کرد واقعا خیلی تاریخی بود اینکه آقا شما میتونید جفت ویجیت هایی که توی لاک اسکرینتون دارین هم عوض کنین چطوری دستین رو صفحه لاک اسکرین نگه میدارین و کاستومایز می رو میزنین رو لاک اسکرین کلیک میکنید این پایین آیکون دوربین دارین یا آیکون چراغ قوه اگه چراغ دوربین رو بزنین مثلا بعد دوباره مثبت رو بزنیم میتونین هر آیکونی که دوست دارین از تایمر و استاپ واچ و هوم و اینستاگرام و همه اینا رو اد کنین یا میتونین حتی شورتکات به اینجا اضافه کنین مثلا وقتی بزنین چه میدونم مثلا بلوتوثتون روشن بشه یا خاموش بشه همه اینا رو میتونین انجام بدین تو لاک اسکرینتون مثلا من الان اینجا میذارم کلکولیتور این ور قورم میذارم مثلا استاپ واچ تایمر خب و دان وقتی بزنم اون پایین دیگه برای همیشه استاب واچ کلکوریتور هستن توی لاک اسکرینم من تا قبل از اینکه آیفون بخرم یکی از بهترین کشفیاتی که داشتم یه برنامه بود بهش بود اسمش بود لست پس و بعدش یه برنامه دیگه بود اسمش بود بیت واردن وقتی آیفون خریدم این دوتا برنامه چیکار میکردن تمامی پس یوزرنیم و پسورد های مورد نیاز منو تو خودشون سیو میکردم من دیگه نیازی نبود که بخوام پسوردیم رو یاد بگیرم و هیچ وقت الان پسوردم رو بلد نیستم تا وقتی که آیفون خریدم تو خود آیفون یه برنامه ای در ستینگش نهفته بود که برنامه پسوردز بود که این چه برنامه ای بود که تمام پسوردات رو نگه میداشت خدا رو شکر با معرفی iOS 18 برنامه پسوردز از اون تیک ستینگ به یه برنامه جداگانه تبدیل شد که وقتی روش میزنید و آنلاک میشه بهتون تمام پسورد که دارین رو نشون میده و تمام یوزرنیم پسورد برای هر سایتی کارت بانکی هر چیزی که دوست دارین رو میتونین توش بز... اه... امترین حالت ممکن سیف کنیم و بهتر از اون هر وقت که بهش نیاز داریم بدون اینکه بخواین دوباره کپی پیست کنین با اتوفیل و اونجا کلیک میکنیم و پسوردتون اونجا پیست میشه و خیلی برنامه جذابیه واقعا این بهترین اتفاق iOS 18 از نظر من واقعا همین برنامه پسورد بود که یه برنامه جداگانه شد از اینجا میتونین پسورداتون رو خودتون با یکی دیگه که میخواین یه پسورد بهش بدین شیر کنین و از این داستان بسیار میتونین از این برنامه استفاده های خیلی خوب کنین اگه دوست داشتین براتون آموزش هم ویدیو بگیرم برام کامنت کنین که آموزش برنامه پسورد در خدمت شما باشیم یه اتفاق دیگه هم که برای iOS آی 18 افتاد عوض شدن برنامه فوتوز بود که واقعا خودش یه دونه ویدیو کامل میخواد که چه قابلیت هایی بهش اضافه شد من اه... نمیدونم چرا ولی دوستش ندارم فوتوز قبلی بیشتر به نظرم ارگان های سر و مرتب بود این جدیده یکم شاید باید بهش عادت کنیم و این داستان ها فوتوز اگه دوست داشتین بگیم براتون یه ویدئوی جداگانه حتما براتون خودم میگیرم فکر می کنم نیاز نیست شما هم بگین چون خیلی قابلیت های جذابی بهش اضافه شده یه نکته دیگه ای هم که خیلی جالب بود اینه که واقع وقتی شما میخواستین گوشیتون رو خاموش کنیم بعد دگمه بالا و پاور رو نگه میداشتین این داستان یکم سخت بود دستتون از بالا بکشیم پایین این بالا دست راست یه دونه آیکون پاوره و اگه اینو بزنید میتونید گوشیتون رو خاموش کنید همین قابلیت های بزرگ بلد iOS 18 بدون ای آی این چیزایی بود که من خدمت شما عرض کردم اگه شما هم قابلیت های دیگه میدونیم برای اون بنویسین که ما هم یاد بگیریم ایشالله تا چند وقت دیگه هم iOS 18 با ای آی میاد اونو بتونیم تست کنیم ببینیم که چقدر میتونه AI آی تاثیرگذار باشه توی رابطه کاربری با آیفون ولی سوالی که هنوز خود مغز من رو مشغول کرده اینه که آقا iOS 18 که AI داره فقط با آیفون 16 کار میکنه یا با آیفون قبلی هم کار میکنه قاعدتا بعد با آیفون قبلی کار کنه و دیگه واقعا خیلی دلیل کمی واسه آیفون 16 خریدن هست خلاصه این بود بهترین قابلیت های iOS 18 سوال داشتین تو کامنت در خدمت شما هستیم ماش به تا ویدیوی بعدی